دوستای عزیز و فامیلای محترم و دوستان عزیز سلام. روز در سپتامبر آغاز میکنیم. انشاءالله قبل از اینکه ما با درس شروع کنیم، روز گذشته یا در درس ششم بر شما یک دو سوال را داده بودم به قسم کارخانگی و گفته بودم و این جوابایش است که جوابای سوال است که اگر شما حل کردیم جواب را به اینا سر بدهید که اگر جوابایتان مطابق از این جواب میاد نمونه از این سوال درست حل کردین، اگر اینکه نمیاد درست نیست. سوال اول 1,48,428، سوال دوم 40,128، سوال سیم 54,768، سوال چهارم 725، سوال پنجم 967، سوال ششم 987، سوال هفتم 86 و سوال هفتم 86 و سوال هشتم 95 آر 28. معنی از اینکه 95 جواب آمده و در آخر تقسیم 28 باقی مونده که باقی مونده شده یا remaining number یا reminder یا باقی مونده 28 بوده و میشه به این شکل مونده شده که جواب که 95 است باز آر یعنی remaining یا باقی مونده آر 28 رقم جوابش رو باید نشته کنیم. اینا رو یادداشت کنیم و ببینیم سر بکنیم با سوال هایی که اگر کنیم اگر وقت حل نکنیم حال عمل کنیم با بازو سر بکنیم که درست هست یا نیم. خب این رو گرفتیم. اینا امروز قبل از اینکه ما با بحث های دیگه عملیات دیگه ریاضی رو بخون بهتر است که یک اندازه درباره اعداد صحبت کنیم، چرا که اگه درباره اعداد نفهمیم فردا میگم که این عدد چی هست و چی رقم که نفهمیم باز دیگه در وقت مشکلات میاد مشکلات رو برون بشه. این حال اعداد چی رقم است که اعداد غیر اکتی است که اعداد اکتی اعداد غیر اکتی ما بعدا میخواییم میخوانیم در سنوک بالا ما کنم اعداد اکتی یا اعداد حقیقی یا real numbers. تمام اعداد را که ما شما میبینیم 1, 2, 3, 4, 5 تا هر قدر که میبینیم تمام چیست؟ اعداد حقیقی است. این اعداد است که با او میتونیم که کمیت یا یک مقدار ما شما نشته کنیم با او کردید اعداد حقیقی است. فرضاً 1, 2, 3 و همه تا هر قدر باشه 1000 و 10,000 میلیون 10,000,000 تمام این اعداد به نام اعداد حقیقی یاد میکنیم. این حال اعداد حقیقی را فهمیدیم، نه هر عدد کل اعداد اعداد حقیقی است، حتی شکل کسری هم باشه شکل اشاری باشه بازم حقیقی است. این حال مهم سر نمبر باز افتاد همین خود اعداد ما شما اعداد دو قسم کنیم، یکی اعداد شمارشی یا شمارش یا حسابی یا حساب کتش میکنیم شمارشی و یا به انگلیسی میگن کاردینال cardinal numbers. اعداد شمارشی یا cardinal numbers. اعداد شمارشی کدام است؟ مثلا 1
دو سه تا پنج تا هر نمبر که هست این اعداد چی میگیم؟ شمارشی. مثلا یکی شمار میکنیم یک دانه، دو دانه، سه دانه، چهار دانه، پنج دانه، شش دانه، هفت دانه، هزار دانه، میلیون دانه، هر قدری که بود تا نقطه، نه نقطه، نقطه و غیره تا هر قدری که بود. این اعداد به نام اعداد چی یاد میکنه؟ اعداد شمارشی یا کاردینال نمبرز. دیگه اعداد اعداد ترتیبی میگن. اعداد ترتیبی، ترتیبی و یا کاردینال numbers. اعداد ترتیبی ordinal numbers که ترتیب یک چیز را بر ما نشان می دهد. cardinal numbers شمار می گیریم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا آخری که شمار کنیم. cardinal مثلا چه خبر است؟ اول نفر اول یا اول را یا نفر دوم یا نفر سوم، اول دوم سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم که موعد اشتباه نشه. مثلا اگر بگیم که یک تعداد نفرها در لاین استاپ باشه، تو میگم نمیگم که یه نفر یک، نفر دو، نه، میگم نفر اول، نفر دوم، نفر سوم. یا مثلا یک جای انتظار می باشین کسر می خواهیم میگه نفر اول بیا، نفر دوم بیا، نمیگم نفر یک. آه اگه گفتیم باز میگیم نفر شماره یک، شماره یک و یا اول یک نمیده. مگم یک دو سه وقتی که ما حساب میکنیم یک چیزی شمار میکنیم، یک دو سه چهار پنج، 1 2 3 4 5 6 7 و مثلا به این سی چی میگن؟ اول یا فرست، سکند، ثرد، فورت، ففت، سکس، سبنت، تی. یعنی اول دوم سیم چورم چی میگه؟ ترتیبی و یک دو سه چهار پنج شمارشی یا کاردینال. ایشون کاردینال اینا این مسائل است که بسیار فقط یک ترشه کار داره. دیگه سوال ها گرم کار نداره، باید ایره بفهمید وقتی فهمیدی ضرورت نیست که این سوال ها بشه. تمام این مفهوم از دیگه باره باید بفهمید. خب اعداد کاردینال و کاردینال فهمیدیم و اعداد اخیر فهمیدیم. حالا بیاییم سر از دیگه فرضاً اعداد اصلا دو قسم است. یکی اعداد طاقه است، اعداد طاقه یا odd numbers، اعداد طاق یا odd numbers. اعداد طاق کدام است؟ فرضاً کل اعداد خاص 1 2 3 4 5 6 تمام سلسله اعداد است. مگر اعداد طاق کدام است؟ 1 2 نه 3 4 نه 5 6 نه 7. این اعداد چی میگه؟ طاق یا odd numbers. دمو آخرش که تاپ پرتن اگه باشه 2980 دین آخر باید که هفت. یک چیز از این یک سه پنج هفت نو باید که باشه. یا چی هست؟ اعداد تاپ هست. مثلا چی باید باشه؟ در آخرش باید اینمی چیزا باشه. چی باشه؟ یک باشه،
say Bosha, find Bosha, af, wa, no. دیگه نادم و شما هر عدد میتونیم که وقتی که آخرش دیدیم که یکی از این امراض یک است یا سه است یا پنج است یا هفت است یا نوس دیگه او عدد چیست آخست فرضاً باشه که دو سه دو هفت نو هشت آخر از این هشت است میبینی که دیگه نیست پس دیگه تاق نیست اگه فرضاً نو باشه چی است؟ تاق است این شد عداد تاق اینا دیگه اعداد کیست؟ اعداد جفت این اعداد تا قبازی و اعداد فرد و اعداد مفرد هم میگن و دیگه اعداد جفت اعداد جفت اعداد جفت یا even numbers even numbers اعداد جفت یا even numbers فرضاً دو چهار شش هشت و همچنان زیرو پرچن زیرو نمبر نیست باز میگن که هست مگر نرسن ولی اگر زیرو یا صفر صفر باشه صفر اگر بود طرف یک نمبر باشه اون نمبر رو میتونیم که در جمله اعداد جفت حساب کنیم فرضاً 568 چیز یک عدد جفت هست چرا آخری نمبرش نیمی آولین دینی آده نمبر اولیش نمبرش هشت است اگر باشه که 270 اینجا هم صفر است پس یه عدد جفت است اینه در آخر هر عدد کلان هر قدر که باشه اگر اینمی عدد صفر دو چهار خود دو چهار شش و هشت هم جفت است اگر در آخر هر چیز نمی صفر دو چهار و شش و هشت باشه او هم یک عدد چی است؟ جفت است شد عداد جفت عداد تا عداد جفت خب این پسان ها کار میان سال داد در وقتی که اعداد تا و جفت را فهمیدیم اینا رو ما میم سر طبقه بندی اعداد یا گروه بندی اعداد طبقه بندی اعداد یا گروه بندی اعداد باز کسا گروه بندی بگن از وقت بندی یا کلاسیفیکیشن یا گروپینگ گروپینگ آن کلاسیفیکیشن grouping or classification of numbers. خب تا قبندی اعداد چطور است؟ روز گذشته ما شما دیدیم هر نمبر اگر نشه کنیم فردا اگر نمبر نشه کنیم دو نو شش چهار پنج خب اینا رو اینی در مشکل است که بخوانیم مگر هم باید اینا رو از اون طرف راست سه خانه باید جدا شد سه خانه سه خانه سه خانه
یک قسم یک کامه در بینش گذاشته نکه یک کامه یک کامه بیشه این حاله میگیم یک خانی یکن یا وان خانی وان تن وقتی که وان بگویم یک یکن بگویم یعنی مانوی ازی که اینمی یک کام شده میتونه دو سه چهار پنج شش آنچه که ضرب یک میشه یعنی یک ضرب یک دو ضرب یک سه ضرب یک تا نو ضرب نو ضرب یک یعنی خانه یکن یعنی یک میتونه یک شو دو شو سه شو چهار شو پنج تا نو وقتی ده شد یعنی به این مانو که ده چند شد یا رقم دوم شد یا خانه یا چی شد اما خانه دوم شد یا رقم دوم شد اینا در اون حالت ما شما گفتم میتونیم که مثلا ده، بی، سی، چل، پنجا، شست، هفتاد، هشتاد، نود صد شد میره خانه سه میشه یعنی یکن، یکن با این مانو که یک است یا هرچی که زرم یک شد ای دهن، ده است یا هرچی که زرم ده شدان ای صدن، یعنی هرچی که زرم صد یعنی میتونیم بگیم که یکن، دهن، صدن این چی میگیم؟ هزار، هزار هم، ده هزار، صد هزار صد هزار برای دو، دو صد هزار ده هزار برای هفت، هفتاد هزار نو هزار برای نو هزار برای نو، نوود هزار، نو هزار و صد برای شش، شش صد ده هزار برای چل، چهار چل و یک هزار برای پنج، پنج یعنی این میگیم که یکن، دهن، صدن، هزار، ده هزار، صد هزار 279,645 فقط سه سخانه اگر سه سخانه جدا کردن نکنیم باز یه ذره مشکل میشه طبقه بندیش این حال اگر عدد یک عدد دیگه باشه دو صفر هفت نو چهار شش پنج سه یکن دهن صدن هزار ده هزار صد هزار یا لک صد هزار لک هم باز صد هزار چیست؟ میلیون دهن ناله چی میگی؟ این خانه چیز است؟ میلیون است این خانه هزار است و این خانه یک یعنی یک دانه یک دانه یک سنه یکم ناله 20 میلیون و 794,653 20 میلیون و 794,653 با می ترتیب خب این ما چقدر داریم فرضاً این صفرها اگه صفر صفر باشه یکن دهن سر هزار ده هزار صد هزار میلیون ده میلیون صد میلیون بیلیون ده بیلیون صد بیلیون تریلیون ده تریلیون صد تریلیون یعنی هزار چند صفر داره؟ دو صفر یکان دهن سلام صد هزار چند سفر داره خودش و پایینان سفر یکان دهن سلام هزار ده هزار صد هزار تا لک تا صد هزار شش خانه است که یک خودش و سفرش باز میلیون ده میلیون میلیون که هست هفت خانه است یعنی خود از هر عدد باشه با شش سفر باز میلیون بیلیون است که بیلیون باز میلیارد هم میگن باز بیلیون
تریلیون است. باز تریلیون دیگه اعداد دیگه هم هست که ما اگر خواسته باشیم براتون بگیم، اگر تو همین تریلیونش یا باز تریلیون کوادریلیون است. خب برسد برسد اینا یک عدد در بود برمان رو میگن که یه تناشته است ایش و نو ایش و هشت ایش و که پنج و یا شو که شش. یکان ده هم سدن، هزار ده هزار سدن، میلیون ده میلیون سدن، میلیون ده میلیون سدن، تریلیون ده تریلیون سدن، صد تریلیون و نوصد بیلیون و هشتاد میلیون و پنجصد هزار و ششصد. به این شکل دیگه چی میکنیم؟ ما یایی که اگر کسی برای ما بگه که نرشته کنیم 20 تریلیون باز از تریلیون با اون طرف پایین ترکیز تک بیلیون از 20 تریلیون و اف بیلیون. وقتی که اف بیلیون گفت در خانه صفر و در خانه دهش صفر میمون اف بیلیون 20 تریلیون اف بیلیون. باز دو 15 میلیون که در خانه صدومش صفر 15 میلیون و 200 هزار و 15 یکان ده سدان هزار ده هزار صد هزار میلیون ده میلیون صد میلیون میلیون ده میلیون صد میلیون تریلیون ده میلیون. یعنی 20 تریلیون و 7 بیلیون و 15 میلیون و 200 هزار و 15. چی که نوشته باشم یا میتونیم بخوانیم یا چی که اگر بخوایم که چی در نوشته کنیم ما میتونیم. یعنی بخوانای اگر 20 تریلیون باشه این خانه یکم خانه یک تریلیونیش هم میمونه. اگر 7 بیلیون باشه خانه 100 بیلیونی و 10 بیلیونیش خالی میمونه. 15 میلیون باشه خانه 100 میلیونیش باز بگیم و 200 هزار باشه این نمیتونیم 200 یعنی و خانه 10 هزاری و یکدارش خالی و اگر 15 باشه خانه 100ش چی که میکنیم خالی میمونه. نال علمی فرزن چی هست؟ خوش مبارد میگویم که وان یعنی یک خانه یک خانه یکن که یکش هست یک شده میتونه ده تا و نو و دیگه خانه تن خانه دهم یا دهن یعنی ده خانه ده باز از تن باز هندریت هست یا صد هست صد باز از صد تاوزند هست یک سفر نداره یک خانه است خلاص یک خانه است باز اینی که است یک خودش هم عدد است خود عدد است خود نمبر است یعنی که است نمبر یک سفر پولیش یعنی نمبر دو دانه سفر پولیش تاوزن نمبر خیلی باشه سه دانه سفر پولیش باز 10,000 چهار دانه سفر باز از او باز 100,000 پنج دانه سفر باز میلیون
میلیون نمبر جمع 6 دانه صفر 60. باز از میلیون میلیون است. نمبر و نو دانه زیرو است. نمبر سه سه فقط سه سه خانه این زیاد شده جمع نو دانه زیرو. بعد از بیلیون تریلیون. بعد از تریلیون کوادریلیون. کواد میلیون. من می ترتیب کوادریلیون است، باز کویتریلیون است و سکستریلیون است. بسیار زیاد است. خب اینم قش یکم یکم کفایت میکنه و تا و آخرین نمبر که نمبری که داخل میشه به نام گوگل یاد میشه. گوگل نگرد است که دیگه بسیار زیاد نگرد کلان است. و او 100 دلار صفر نکنی خود داره. بعد از گوگل زیلیون است. زیلیون که است او تقریبا 1 دلار صفر داره. بعد از زیلیون باز بزیلیون است و گزیلیون است و دیلیون است. و اعداد بزرگ است که اونا را در سنفای باز وقتی که سنفا بلا رفت در بارش گب میزنیم. ولی فعلا تو همی میلیون و کوادریلیون را بخواهیم تریلیون و کوادریلیون این موقعش که فهم میکنه. یعنی اینیش نو دانست شش دانه صفر داره، نو صفر و تریلیونش جمع این نمبر جمع دوازده دانه صفر داره، دوازده دانه زیرو داره و کوادریلیونش نمبر جمع پانزده دانه صفر داره. یعنی به این معنی که یک کوادریلیون که است میتونه که شانزده خانه شود. فرضاً یکن، دهن، صدن، هزار، ده هزار، صد هزار، میلیون، ده میلیون، صد میلیون، بیلیون، ده بیلیون، صد بیلیون، تریلیون، ده تریلیون، صد تریلیون، کوادریلیون، ده کوادریلیون، صد کوادریلیون. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هفده و چرا که آخریش صد اگر صد کوادریلیون شود هفده خود میلیون میلیون که است یکن دهن صدن هزار ده هزار صد میلیون دیدین شش صفر بیلیون نو صفر تریلیون ده اینجا خب یک موضوعی را که ما باید یادآوری میکنیم اینست که ما اعداد تاق و جفت دیدیم اینا ارقام تاق و جفت هم باید بفهمیم ارقام تاق یا odd digits که odd digits این رقم فرضمون را نشان میکنیم که 2794 در اینجا odd digits یعنی خانه اول یعنی odd است و خانه سوم چیز odd است. خانه اول خانه سوم چیز odd است. یکی نمبر اول است یکی رقم اول است و دیگر ارقام جفت که در ارقام جفت یا even digits خانه های جفت 35691 این خانه دوم است جفت است خانه سمنی خانه چهارم است
و خانه اول و سوم و پنجم تا هست. اینی چی است؟ اینا ارقام، اینا چیستن؟ ارقام جفت است. یکی نمبر جفت است که دو نمبر جفت است، چهار نمبر جفت است و شش نمبر جفت است، هفت نمبر طاق است، نو نمبر طاق است، سه نمبر طاق است، یک نمبر، یکی ارقام است که خانه، خانه اول، خانه سوم، خانه دوم، خانه سوم، چهارم، خانه ششم، خانه اینا چی میگن؟ ما فکر میکنم برای امروز اینا خیلی فواید میکنن و اگر ویدیوهای ما خوشتان آمده لطفاً لایک کنین و همچنان کسایی که جدیدن به چینل ما رو میبینن سابسکرایب کنن و ویدیوها رو با دوستا و دوستان و با شاگردای دیگه عزیز دیگه شیر کنین و شریک بسازین و نگفته نمانه که تمام درسای ما شماره داره از یک تا و آخر شما میتونید که مطابق شماره رو هر عنوان یا هر درسی میخواستین پیدا کنین. روز و شب خوش براتون میخوایم. خدا حافظتون.